به شما سرخ دلان، خوش اومدین به کانال رسمی باشگاه پرسپولیس. وقتش رسیده که یک بار دیگه از لیگ برتر خودمون شیفت کنیم روی لیگ نخبگان آسیا و به ماجراجویی جذابمون تو این فصل ادامه بدیم. دوشنبه شب از ساعت 19:30 در دبی، پرسپولیس ایران قراره در چارچوب هفته 4 دور گروهی لیگ نخبگان میزبان الغرافه قطر باشه و چه حیف که این بازی رو نمیتونیم در تهران در مقابل چشمان هزاران هوادار مشتاق میزبانی کنیم. فراتر از همه این مشکلات، اما این بازی برای ارتش سرخ میتونه یک سکوی پرتاب رویایی باشه، سکوی برای پرتاب به سوی یک رویای شیرین آسیایی و بازگشت به تورنمنتی که هنوز روی خوش به قهرمان فوتبال ایران نشون نداده. شاگردای گاریدو که در حال حاضر در لیگ داخلی در فرم مطلوبی قرار دارن و علی‌رغم شکست مقابل استقلال خوزستان با 17 امتیاز در رده 4 رو میستادن و فقط 3 امتیاز با صدر جدول فاصله دارن، توی لیگ نخبگان هنوز نتونستن طعم برد رو بچشن. قرمزای پر افتخار فوتبال ایران از 3 بازی قبلیشون در این رقابت‌ها فقط صاحب 1 امتیاز از 1 تساوی خانگی مقابل پاختاکور شدن و مقابل الاهلی و الصد علی‌رغم نمایش شایسته تن به شکست دادن. این نتایج پرسپولیس رو در جدول 12 تیمی این رقابت‌ها در رده 10 قرار داده، اما هنوز هیچ چیز تمام نشده. کسب 1 برد میتونه پرسپولیس بزرگ رو به جدول برگردونه و شانس صعود به دور بعد رو به طور جدی افزایش بده. بردی که در جدال مقابل نماینده زرد پوش فوتبال قطر حتما محتمل و در دسترسه. الغرافه درسته که به خاطر یک بردی که مقابل العین به دست آورده با 3 امتیاز در رده 7 جدول لیگ نخبگان ایستاده، اما نباید فراموش کنیم اونها 2 باخت مقابل استقلال و الوصل رو هم در کارنامه این فصلشون دارن و این آمار یعنی شکست دادن این تیم یک امر دور از دسترس برای بازیکنهای پرتوان پرسپولیس نیست. اتفاقی که میتونه با دعای خیر و حمایت همه جانبه شما یاوران همیشه گیرتش سرخ رخ بده. یادتون نره که دوشنبه شب از 1 ساعت قبل از بازی با الغرافه ویژه برنامه تلویزیون باشگاه پرسپولیس رو از همین کانال، یعنی کانال رسمی باشگاه در یوتیوب، تا انتهای بازی تماشاگر باشید.